سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز خوش اومدین به اولین ویدیوی دو نفره از کانال یوتیوب نستور روسی امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید کانال ما رو سابسکرایب بکنید که تا آخر روزهای کوپا آمریکا با ما همراه باشین و ویدیویی رو از دست ندین کوپا آمریکا تورنمنت ملی قاره ای آمریکای جنوبی فوتبال خیست در این نقطه جهان که نخستین بار به طور رسمی در تابستان سال 1916 اندکی پس از تأسیس کنمبول کنفدراسیون فوتبال این قاره برگزار شد این رویداد با حضور چهار تیم و با نام رقابت های قهرمانی آمریکای جنوبی رقم خورد تورنمنت کوپا که قدیمی ترین رقابت ملی فعال جهانه تا حالا 47 بار با شرایط خاص و متفاوت فاصله های زمانی مختلف و تعداد شرکت کنندگان متغیر از 3 تا 12 تا تیم برگزار شده ولی کوپا آمریکای 2024 با اکثر دوره ها متفاوت خواهد بود برای دومین بار در تاریخ این مسابقات 16 تیم در چهار گروه به رقابت می‌پردازند و این تورنمنت خارج از بخش جنوبی قاره آمریکا و به میزبانی کشور ایالات متحده برگزار میشه دلیل این امرم اینه که طبق قاعده میزبانی در آمریکای جنوبی کشور اکوادور باید این مسابقات رو برگزار میکرد اما به دلیل عدم آمادگی اونها و همچنین در راستای تعاملات و همکاری‌های استراتژیک مشترک های دو قاره یعنی کنمبل و کونکاکاف میزبانی به ایالات متحده رسید علاوه بر ده تیم آمریکای جنوبی شش تیم مهمان هم از بخش شمالی و مرکزی قاره سرخ بر اساس عملکردشون در لیگ ملت‌های کونکاکاف 2023-24 سهمیه حضور در این رقابت‌ها رو کسب می‌کنند. اتفاق مشابه امسال در کپای 2016 هم رخ داده بود جایی که در سالگرد 100 سالگی کنبول برای اولین بار تورنمنتی با رقابت 16 تیم از دو قاره و به میزبانی همین کشور آمریکا برگزار شده بود در این سراغ معرفی گروه های چارگانی کوپا 2024 توی گروه اول آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با کانادا، شیلی و پرو هم گروه هست. درباره آرژانتین مفصل توی بخش بعدی صحبت میکنیم. اما در مورد کانادا به رهبری جسی مارش مربی امریکایی سابق لیدز یونایتد و لایپسیش برای اولین بار توی کوپا حاضر میشه. مارش به تازگی و برای دومین دوره سرمربی کانادا شده. کانادا با دو قهرمانی گولد کاپ یا جام ملت های کاف و با ستاره های مثل کمال میلر همتیمی سابق و سور میسی توی مایمی و آلفونسو دیویس از بایر مونیخ بوشنان از اینتر و جاناتان دیوید از لیل کار خیلی سختی برای سود از این گروه داره. شیلی بعد از ناکامیش توی رسیدن به دو جام جهانی متوالی 2018 و 2022 -20 -20 میخواد خاطرات تلخ چند سال اخیرش رو فراموش بکنه. هدایت لاروخای آمریکای جنوبی بر عهده ریکاردو گارکای آرژانتینی هست که پرو رو به فینال کوپا 2019 رسونده بود که در برابر برزیل شکست خورده. شیلی تیم همیشه جنگنده و سرسخته و وجود وضعیت وخیم چند سال اخیرش هم باز هم رقیب قابل احترامی برای همه رقبا به شمار میره. گابریل آریاس در وزبان راسین کلاب آرژانتین کلودیو براوو در وزبان کوهنکار شیلی از رالی بسیز الکسی سانچز از اینتر بن بریتون دیاز دورگی از شفیلد یونایتد مارسلو مونیوز از نوریش سیتی گیلرمو ماریپان از موناکو ادواردو وارگاس از تیم اتلتیکو مینیرو برزیل که با چهارده گل پنجمین گلزن برتر ادوار و کوپاس بازیکنهایی هستند که میتونن به قهرمان دو دوره این رقابتها برتری قابل توجهی بدن پرو با سابقه دو قهرمانی کوپا در سالهای دور حالا با هدایت خرخ فساتی اروگوئی کار سختی تو این گروه داره پدرو در زبان اولاندو سیتی لویز آدوین بوکا جونیورز مارکوس لوپز از فاینورد رناتو تاپیا از سلتاویگو اندرسون سانتا ماریا که این روزا تیم نداره همراه با آنجه کاریو ناماشنا در فوتبال عربستان و جیان لوکا دوست داشتنی کلیدی هستند که برای کوبا 2024 به پرو کمک میکنن. در گروه بی مسابقات ونزوئلا مکزیک اکوادور و جامایکا حضور دارند ونزوئلا هم مثل هفتی من رقابت ها که سرمربی آرژانتینی دارن فرناندو باتیستای آرژانتین رو روی نیمکت خودش میبینه و بازیکنه مهم مثل یان آرامبرو از رال سوسیه داد اوسوریو از پارمای تازه صعود کرده به سریا و کریستیان کاسارس از تولوز رو دعوت کرده که میتونن از تیمای شگفتی ساز کپا هم باشن اما خب کار خیلی سختی تو این گروه دارن مکزیک از 1993 تا 2016 پای ثابت کپا بوده و دو بار هم نایب قهرمان شده خایمه لوزانو 31 بازیکن رو در ابتدا دعوت کرده که 5 تا از اونها خط میخورن و اینم بگم که بدون گیره های افسانه ای در نو دروازه به کوپا 2024 میان با بازیکنایی از جمله خرخ سانچز از پورتو، یوهان واسکیز از جنوا، اتون آلوارز از وستام، لوئیس چاوز از دینامو مسکو و سانتیاگو خیمنز از فاینورد هدایت اکوادور با فیلیکس سانچز اسپانیایی قهرمان جام ملت‌های آسیا 2019 است که با قطر سابقه بازی توی کوپا آمریکا رو هم داره. بزرگترین قایب اکوادور به نظر من پرویز استوپینیان هست که چه برایتون مصدوم شد و کوپا رو از دست داد. هینگاپی که فصل موفق با لیورکوزن داشت و, و دوگانه برد، ترین نام توی لیست سانچز برای کوپا است به نظر من. موزیس دو از چلسی، استورنر والنسیا از اینترناسیونال برزیل، کندری پاز 17 ساله که چشم تیم اروپایی رو به خودش خیره کرده، چهره‌های تاثیرگذار اکوادور توی کوپا 2024 هستن. جامایکا با هدایت هال گریمسن ایسلندی به این مسابقات میاد که البته گفته میشه میسن گرین‌وود ستاره انگلیسی سابق منچستر یونایتد و این فصل خطافه رو هم دعوت میکنه. میشل آنتونیو از وستم، دماراگرای از الاتفاق، جمالو از سوانزی، بابیرید از فولام بازیکن کلیدی این تیم به شما میاد. این رو هم بگم که اکوادور و ونزوئلا تنها تیم‌های آمریکای جنوبی هستند که هرگز قهرمان کوپا آمریکا نشدند. در گروه سی این رقابت ها تیم های ایالات متحده، اوروگوئه، پاناما و بولیوی با همدیگه به رقابت میپردازند. آمریکای میزبان تحت هدایت گرگ هالتر که از سال 2018 هدایت تیم کشورش رو داره، پس از راهیابی به جمع شش تیم برتر لیگ ملت های کونکاکاف که در نهایت به قهرمانیشون هم ختم شد، برای پنجمین بار در رقابت های کوپا آمریکا حاضر خواهد بود. کاپیتان کریستین پولیسیچ و یونس موسا از میلان، وستون مکنی و تیموتی ویا از یوونتوس، آنتونی رابینسون از فولام، جیوانی رینا از ناتینگهام فارست و تایلر آدامز از برنوس برخی از بازیکنان برجسته یانکی ها هستند که میتونن نقش کلیدی رو در این تورنمنت ایفا کنند. آمریکا تا حالا هفت قهرمانی گلد کاپ و سه قهرمانی پیوپی پی در تورنمنت تازه تاسیس لیگ ملت‌های کونکاکاف کسب کردند. اما بهترین نتیجه که در چهار دوره حضور قبلیشون تو کوپا کسب کرده بودند، رتبه چهارم بود. از جمله در سال 2016 که تورنمنت به میزبانی خودشون برگزار میشد. اوروگوه با سابقه 15 قهرمانی در ادوار کوپا که به همراه آرژانتین پر افتخارترین تیم این رقابت هستند با هدایت مارچلو بیلسا تئوریسین معروف جهان فوتبال تونستن به خوبی خودشون رو از شوک حذف زود هنگام در جام جهانی قطر خارج کنند حالا ای که بعد از آخرین قهرمانیشون در سال 2011 در چند دوره اخیر نتایج خوبی کسب نکردن و از رسیدن به جمع چهار تیم برتر ناکام بودن به لطف کسب نتایج امیدوارکننده در بازی اخیر و با تکیه بر اسکواد پویا و توانمندشون و به خصوص بازیکنانی مثل فدریکو والورده رونالد آراوخو، مانوئل اوگارته، داروین نونیز و احتمالا لویس سوارز بزرگ امیدهای زیادی برای کسب قهرمانی 16 هم و جبران اتفاقات ترق سالهای اخیر داره. احتمالا ادینسون کاوانی که پیش از کوپا رسما از بازیهای ملی خداویسی کرد، سرشناسترین قایب اونها در این جام باشه. همچنین نامی که در فهرست بیلسا همه رو شوکه کرده والتر دومینگز بازیکن یوونتوده که در 39 بازی لیگ نزدیک به 60 گل به ثمر رسونده پاناما نایب قهرمان آخرین دوره گلد کاپ یکی دیگه از نمایندگان آمریکای شمالی و مرکزی بوده که دومین حضور خودش در ادوار کوپا رو تجربه میکنه توماس کریستنسن سرمربی 51 ساله دانمارکی اسپانیایی با سابقه هدایت تیم های مانند لیز یونایتد و آپول نیکوزیا سکاندار این تیم بوده و در میان بازیکنان فراخوانده شدهش بیشترین امیدها به ساقهای آدالبرتو کاراسکیلا از هیوستون داینامو خوز کوردوبا از لفسکی سوفیا آندرس آندراده از لاسک و خوز پوما رودریگز از فامالیکاو گره خورده این تیم که تنها افتخار قابل ذکرش یک قهرمانی در جام آمریکای مرکزی کار بسیار دشواری برای راهیابی به مرحله حذفی خواهد داشت بولیوی آخرین تیم این گروه پس از سپری کردن دورانی سخت و کسب نتایجی ضعیف با برکنار کردن سرمربی آرژانتینی خود گوستاو کاستاس و انتصاب آنتونیو کارلوس زاگو سرمربی 55 ساله برزیلی به عنوان جانشین با سابقه کسب چند جام در شاختار دونتسک به عنوان دستیار و قهرمانی در فوتبال داخلی بولیوی به مانند پاناما کار دشواری در این گروه خواهد داشت لاورده با سابقه یک دور قهرمانی که به سال 1960 63 برمیگرده بازیکنان کلیدی مانند کاپیتانشون کارلوس لمپه و رامیرو واکا از بولیوار به همراه گابریل سوتومایور از و در ترکیبشون می‌بینند که پتانسیل به چالش کشیدن رقبا رو خواهند داشت تیم برزیل، کلمبیا، پاراگوئه و کاستاریکا چهارمین آخرین گروه این رقابت را تشکیل میدن. برزیل دیگر تیم مشهور و پر افتخار کوپا که تا حالا 9 بار فاتح انجام شده، در حالی پا به این مسابقات میذاره که بعد از کسب نتایج ضعیف در بازی مقدماتی جام جهانی با برکناری فرناندو دینیز و نشستن دوریوال جونیور بر روی نیمکت، علیرغم پیروزی مقابل انگلیس و تساوی برابر اسپانیا در دیدارهای دوستانه، همچنان تردیدهای زیادی در مورد این تیم وجود داره و نمی نمیشه قطعیت در مورد وضعیت و شرایطشون نظر داد دوریوال یک لیست جسورانه و پرحرف و حدیث رو به اردوی سلسا و فرخونده که توی اون در کنار چند بازیکن قدیمی و با تجربه تعداد قابل توجهی بازیکن جوون و یا کسانی قرار گرفتن که علا سن نشندان کمشون تجربه زیادی در تیم ملی ندارن میانگین سنی این اسکواد 25 سال و 4 ماهه از جمله بازیکنان کلیدی لیست برزیل میشه به وینیسیوس جونیور، لوکاس پاکتا، گابریل نیوش و آلیسون بکر اشاره کرد به عنوان قایبین سرشناس هم میتونیم از کسایی مثل کاسمیرو که برای اولین بار از سال 2014 در لیست سلساو برای یک تورنمنت رسمی حضور نداره، گلیسون برمر، گابریل ژسوس، ریچالیسون و نیمار که هاست به خاطر مصدومیت از میادین دوره نام ببریم. اندریک 17 ساله از رئال مادرید، ساوینیوی 19 ساله و یان 21 ساله از خیرونا و ایوانیلسون 24 ساله از پورتو هم نامهای جالب توجه لیست برزیل بودند که درخشش اونا در فصل اخیر از نگاه دوریوال جونیور پنهان نمونده. باید دید آیا انگیزه بالای بازیکنان فراخوانده شده میتونه فاکتور مهم کم تجربه رو جبران کنه یا قمار بزرگ سرمربی 62 ساله به شکست و نامیدی دردناک ختم میشه. کلمبیا تحت هدایت نستور لورنزوی آرژانتینی دستیار سابق خوز پکرمن یکی از تیمهای آماده آمریکای جنوبی به شمار میره که در اسکوادش بازیکنان شاخصی نظیر خامس رودریگز از ساو پاولو لویس دیاز از لیورپول جفرسون لرما و دنیل مونیوز از کریستال پالاس جون دوران از استونویلا و داوینسون سانچز از گالاتاسرای رو در اختیار داره برونزدار دوره گذشته که سابقه یک قهرمانی در سال 2000 رو در کارنامهش میبینه از پتانسیل بالایی برای نمایش عمل کردید چشمگیر برخورد داره ولی اول باید از این گروه نسبتا سخت صعود کنه پاراگوه کشوری که دو عنوان قهرمانی کوپا را در سالهای دور کسب کرده یکی دیگه, دیگه از تیمهایی که به تازگی سرمربی خودش رو تغییر داده و سکان کشتیش رو به دنیل گارنرو سپرده سرمربی آرژانتینی که با سابقه هدایت باشگاههایی مثل لیبرتاد و المپیا افتخارات متعددی رو در فوتبال داخلی پاراگوه کسب کرده آلبیروخا با تکیه بر نامهایی مانند میگل آلمیرون از نیوکاسل خولیو انسیسو روک سانتا کروز جدید پاراگوه از برایتون گوستاو گومز از پالمیراس و ماتیاس روهاس همتیمی اسطوره لیونل مسی در اینتر میامی امیدهای فراوانی برای صعود از این گروه دشوار داشته و مطمئنا میتونه هر تیمی رو به چالش بکشه و اذیت کنه کاستاریکا دیگر نماینده آمریکای مرکزی بوده که ششمین حضور خودش در این رقابت ها رو تجربه خواهد کرد این تیم که سابقه سه قهرمانی گولد کاپ و هشت قهرمانی آمریکای مرکزی رو داره از هدایت گوستاو آلفارو سرمربی 61 ساله آرژانتینی سابق بوکا جونیورز و تیم ملی اکوادور که موفق شد اونها رو به جام جهانی قطر هم ببره بهره خواهد بود رهبری لوستیکوس بر عهده کیلور نواس معروف بوده و از بازیکنان خوب دیگه میشه به کنت وارگاس از هردیانو، آلوارو زامورا از آریستالونیکی و فرانسیسکو کالوو از خوارز اشاره کرد. بریم سراغ لیست آرژانتین که انتقادات دو گروه رو هم به شدت برانگیخته. یکی هواداری خود آرژانتین که بابت دعوت شدن یه سری از نفرات و دعوت نشدن یه سری دیگه به اسکالونی انتقاد بکنن. و یه سری دیگه هم که در قامت کارشناس ظاهر شدن و در مورد لیست آرژانتین نظرات مثبت و منفی زیادی داشتن. توی خط دروازه فرانکو آرمانی از ریور پلیت، خرونیم و از آیاکس و امیلیانو مارتینز از استونویلا ویلا دعوت شدن. یکی از انتقالات به اسکالونی دعوت کردن همین فرانکو آرمانی هست. بازیکنی که اولین بار سال 2018 برای جام جهانی توسط سمپاولی به تیم ملی دعوت شد ولی خب توی جام جهانی اصلا عمل کرده خوبی نداشت با اینکه حالا به جای کابایه رو در دروازه قرار گرفته بود و خیلی نتونست عملکرد خوبی از خودش به جا بذاره و توی رده باشگاهی هم توی ریور پلیت اگرچه اشتباهات کمتری داره ولی همون اشتباهات کمش هم مهلکن و این در حالیه که دروازهبان آماده ای مثل بنیتز رو هم آرژانتین داره یا حتی خوان موسوی که توی آتالانتا تونست قهرمانی دیگه اروپا رو به دست بیاره توی خط دفاع گنزول مونتیل، مولینا، لئوناردو بالردی، کریستیان رومرو، جرمن پتزیا، لوکاس مارتینز کوارتا، نیکولاس اوتامندی، لیساندرو مارتینز، مارکوس اکونیا، نیکولاس تالیافیکو و والنتین بارکو دعوت شدن. والنتین بارکو در برایتون اگرچه خیلی فرصت زیادی نداشته. اما خب با توجه بازی هایی که توی بوکا جونیورز انجام داده بود، به نظر من میتونه توی پست وینگر چپ هم به آرژانتین کمک بکنه. البته این فقط در حد گمان زنی از بعید میدونم که اسکارونی بخواد چنین ریسکی بکنه و بازیکن جوون به این سن توی کوپا آمریکا اونم توی پستی که حالا کمتر توی اون تجربه داره یعنی وینگر چپ بازی بده توی خط هافک گیدو رودریگز از رئال بتیس دعوت شده بازیکنی که مد نظر بارسلونا هست برای فصل نقل و انتقالات و اینکه باید دید با اومدن هانسیتر نظر این باشگاه در مورد جذب گیدو در نهایت چه خواهد بود لاندرو پارادس از روم الکسیس مک آریستر از لیورپول رودیگو دی پاول از اتلتیکو مادرید ازیکیل پاراسیوز از بایرن لورکوزن که یه فصل درخشان داشت با بردن دوگانه انزو فرناندز از چلسی جیوانی دوسرسو از تاتنهام و توی خط حمله آنخل ماریو از بنفیکا والنتین کاربونی از مونسا استور لیونل از اینتر میمی آنخل کوریا از اتلتیکو مادرید آلخاندرو گارناچو از منچستر یونایتد نیکولاس گونزالس از فیورنتینا لاتار مارتینز از اینته که قهرمان و آقای گل هم شد توی سریا و خولان آلوارز از منچستر سیتی که قهرمانی دراماتیک و شایسته ای رو هم با منچستر سیتی تجربه کرد در مورد آلخاندرو گارناچو یه مسئله هست اونم اینکه واقعا آمار بی‌نظیری داشته توی منچستر یونایتد و میشه گفت اگه منچستر پایین تر از این رده به دست نیاورده به خاطر حضور آلخاندرو گارناچو است ولی این بازیکن حواشی که ایجاد میکنه توی تیم ملی و حالا مسائلی که پیرامون علایق شخصی این بازیکن هست نسبت به رونالدو اینها واقعا مسائلی هست که نمیشه ازش گذشت و اینکه ما بازیکنایی هم داشتیم که واقعا الگوشون رونالدو بوده ولی هواشی گارناچو رو نداشتن بازیکنی مثل م... حالا کالوس آرکاراز رو داریم ما توی یوونتوس که به شدت طرفدار رونالدو حتی شادی گلش رو هم مثل رونالدو انجام میده ولی با مسی عکس گرفته هواشی ایجاد نمیکنه با اینکه تیم ملی هم دعوت نمیشه یعنی ببینید گارناچو به خاطر اینکه تیم ملی دعوت میشه نباید حاشیه داشته باشه و در واقع ظرفیت حضور توی تیم ملی رو نداره از نظر من با اینکه عمل کردی داره که نمیشه ازش چشم بوشی کرد و با توجه به اینکه توی المپیک هم حضور نداره و منچستر یونایتد مخالفت کرده که این بازیکن توی تیم ملی زیر 23 سال آرژانتین برای المپیک حضور پیدا کنه باید دید که از لیست تیم ملی هم خط میخوره برای کوپا یا نه من حداقل در مورد تغییر نست میتونم اینو بگم که واقعا انتقالاتی که از اسکالونی میشه غیر منصفانه است ما توی اسامی بازیکن‌های جدیدی که دعوت شدن فقط خرونیمو رولیو میبینیم که بالای سی سال سن داره اونم که حالا دروازه بان هست و آنخل هم 29 سالش هست بقیه نفرات کاربونی، انزو فرناندز، گارناشو، مک آلیستر و بارکو همه این بازیکنان زیر 26 سال سن دارن. خب اینو واقعا میتونیم یه تغییر نسل بزرگ ازش یاد بکنیم توی آرژانتین که حداقل قبل از اسکالونی من یادم نمیاد از 2010 به بعد چنین تغییر نسلی واقعا یادم نمیاد. یکی از انتقالات بسیار مهمی که به لیونل اسکالونی میشه دعوت نکردن از پالو دیبال است بازیکنی که توی آیستروم چه زمانی که مورینیو سرمربی این تیم بود چه از وقتی که دنیل دروسی سرمربی این تیم شد و نتایج فوق درخشان رو گرفته بود ستاره ی تیم هاشون هر دو بدون شک پالو دیبالا بود بازیکنی که توی فصل 2024 -20 سری آ رکورددار کسب بهترین بازیکن ماه سری آ شد و 28 بازی 13 گل و 9 پاس گل رو به ثبت بود پاولو دیبال خودش در مورد دعوت نشدنش اینو گفته بود که هر بازیکنی که لایق باشه اسکارونی بدون شک به تیم ملی دعوتش میکنه و اگر من دعوت نشدم یعنی یک مشکلی داشتم و در واقع یک ایرادی توی من دیده اسکالونی و نه یعنی بدون شک اسکالونی بازگناهی رو دعوت میکنه که لایق حضور توی اردوی تیم ملی باشن این نگاه بالا به دعوت نشدنش خیلی جالبه و اون اتحادی هم که آرژانتین ها توی تیمشون دارن و میرسونه که چه دعوت بشن چه دعوت نشن برای موفقیت تیمشون به هر حال دعا میکنن و خواستار موفقیت و قهرمانی تیمشون هستن و یه نکته دیگه هم که باید اینجا مطرح بشه اینه که بازیکنی که صرفا توی باشگاهش عمل کرده درخشانی رو به ثبت رسونده باشه نمیتونه لایق دعوت شدن به تیم ملی باشه دعوت شدن به های ملی و تورنومنت های مثل کوپا آمریکا، یورو و جام جهانی بازیکنهایی رو میطلبه که هم از نظر ذهنی خیلی آماده باشن همین که مربی بتونه اون رو توی ساختار و ایده هایی که توی ذهنش هستن جا بده ما اینو معمولا در نظر نمیگیریم صرفا آمار بازیکن رو در نظر میگیریم که این بازیکن اینقدر گل زده اینقدر پاس گل داده پس حتما باید به تیم ملی دعوت بشه ولی واقعا این نیم دلیل خوبی برای دعوت شدن یا نشدن یه بازیکن باشه مثال دیگه هلند هست که برای یورو 2024 همین انتقادات بهش میشه میگن که رونالد کومان یا زکسی و یان ماتسن رو دعوت نکرده دو تا بازیکنی که توی این فصل فوتبال باشگاهی اروپا عملکرد کرده ای داشتن خصوصا یان ماتسن که به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید با دورتمون و البته یا سوازیکسی که علا رقم تجربه کردن یه مستومیت توی سی و چهار بازی این فصل سریا یازده گل و 4 پاس گل به ثبت رسوند عمل کردی که برای یه بازیکن 23 ساله حداقل خیلی خوب به شما میره و اینکه با تیمش دونستن رتبه پنجم سری رو هم کسب بکنن و یه جورایی تاریخ سازی بکنن توی برگشتنشون به رقابت های اروپایی برای همین به طور خلاصه میتونیم بگیم که اون مربی یه دیدگاه متفاوتی نسبت به ما داره همه یه جوانب رو در نظر میگیره شاید اون بازیکن نمیتونه توی فرمشن روز بازی یه مربی عملکرد خوبی داشته باشه چه از نظر ذهنی چه از نظر فنی و حالا اون توانایی های لازمی که باید به کار برده بشه توی بازی برای مقابل با هر حریفی رو توی اون بازیکن نبینه یه مربی پس طبیعیه که صرفا آمار و اعداد و ارقام برای مربی ها مهم نباشه سپاس از شما که تا پایان ویدیو با ما همراه بودین ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذارین و دیدگاه ها و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین همچنین منتظر ویدیوهای بعدی ما در مورد کوپا امریکای 2024 باشین